خوش آمدید به قسمت 11 بدون شرح. لحظه که دارید این برنامه رو نگاه میکنید، ما بدون شرح قسمت 10 رو ضبط کردیم ولی هنوز پخش نکردیم. این برنامه مخصوص غیر ریاستی هاست و هدف این برنامه اینه که اگر کسی ها نیروی استارت ها رو گوش نکردن، برنامه های طول امپراتوری کوروش قانون اساسی ما رو گوش نکردن، برنامه های شب بخیر ایران های سیاسی ما رو گوش نکردن، بتونیم در یک برنامه نتیجه گیری کنیم براشون تا عرضم حضور شما که بدون گوش کردن آن مطالب بفهمند تفکرات اپوزیسیونر یه سارت رو. مخاطب این برنامه بسیجیا، سپاهیان و بچه های مذهبی شیعه و سنیه. کلن این برنامه مخاطبش شما هستیم و در برنامه ها توضیح دادیم که مخاطب و مخاطب متفاوت، یعنی در قرآن و تورات و انجیل خدا با ما وقتی که میخواست از دهان محمد ابن عبدالله حرفی رو بزنه اشاره به مخاطب کرده، یعنی گفته یا ایها الذین آمنو، مسلمون پس هیچ این وسط نبودن، وقتی میگه یا ایها الذین آمنو یعنی با آمنو داره صحبت میکنه، اونه که ایمان آوردن، نه با مسلمون. و وقتی میگه قل یا الکافرون هیچ ربطی به مشرکون نداره، مگر اینکه خدا بگه یا ایها الذین مشرکون اند کافرون، مخاطب معلومه. پس کافرون باید بشینن و مسلمین باید بفهمن مخاطب با کیه، خودشون ننازن وسط این بزغاله بگن ما رو کجا میبری، کسی واسه اونها جایی نمیبره. و مشرکی نباید بگن اه پس ما کافرینیم. تا وقتی اینا نفهمی نمیفهمی با کی داری حرف میزنی. نکته اول، قبل از اینکه دو تا سوال کنم و برنامه رو شروع کنم، یک مطلب مهم رو باید خدمت شما توضیح بدم و اون اینه که شما بچه مذهبی ها باید بدونید که اصلا شیعه هیچ ربطی به اسلام نداره. شیعه بعد از اسلام یک شیعه بعد از اسلام شد، قبلش هم بوده مثل مسلمان. الان اینکه یه میلیارد خورده فکر میکنن مسلمانن، خدا به این یه میلیارد خورده یه مسلمان گفته چرا فکر میکنی تو مسلمانی؟ ابراهیم کان مسلمانا، تکلیف مشخص کردیم، یعنی اسلام از قبل از محمد بوده. پس این چه اسلامیه بعد از محمد؟ این سوالای بسیار عمیقیه که باید شما بدونید. و در قرآن مسلمان ها هیچ اسمی از زرتشت نیاورده. چرا؟ برای اینکه تمام اون موقع تمام ادیان میدونستن زرتشت شخصیست که یک لقبی داره به نام ابراهیم، همینی میدونستن. یعنی توی قرآن از پیامبران جرجیس نام هم نام برده. اون وقت زرتشتی که اینا میگن موحده و اهل تصوف عرفان گفتن موحده پیامبر خداست، اسم های ورده باید که برای چی اسم بیاره؟ چون که زبان عربی داشته توضیح داده میشده و لقبشو گفته و یهودی ها میشناختن، زرتشتی ها میدونستن. چه کسانی تاریخ رو برای شما تحریف کردن؟ زرتشتی ها. یعنی بعد از اسلام زرتشتی ها به صورت مشخص راهشون رو عوض کردن از اسلام، گفتن ما ادیان غیر ابراهیمی هستیم. خیلی نکات مهمیه. به همین خاطر اسنادی که ما در برنامه هامون استفاده میکنیم، اسناد اون از آدم های بزرگ جهانه، اسناد تو از حسن ابن قالیق شرمه نمیشستیم شستیم برد سینگ سونگ شونگو. این کیه؟ انگلستان تحقیق کرده آقا، اسلام شناس آلمان. اسلام شناس آلمان یعنی خاک تو سر تو مسلمون که اسلام شناس نداری، آلمان میده بیرون همه هم گوش میکنید. و بعدش در برنامه‌ای که ما ارائه دادیم که فرعون زرتشتی بوده و موسی
اومد تا ریسارتیا رو از دست زرتشتیان نجات بده، نتانیاهو و تیمش گفتن درسته. یعنی یهودی هم جرأت اینو نداشتن که رسما میگن آقا ما رو به اسارت زرتشتیا گرفته بودن و فرعون اومد ما رو نجات داد دست زرتشتیا. چرا میترسیدن؟ خیلی سوال مهمه. خیلی چیزای تو رو بچه مثلا عوض کردن. اول اینا رو باید بدونی تا برنامه رو شروع کنم. یعنی افکاری که شما داری شما هیچ چیه نمیدونی، هیچ مطلبی را شیعه نمیدونی اصلا. این اصلا نمیدونی شما میگی من شیعه هم بعد مذهبی، بعد از شیعه هیچ چی نمیدونی. فکر نکن که مثلا محمد یه چیزی گفت تو نمیفهمی. اصلا همه پیامبرا رو من همین فلسفه جمع میکنم همه رو اینجا، همه بهت میگن تو هنوز گاوی و نمیفهم، قبول نمیخوای قبول کنی. چرا؟ چون سازمان های امنیتی در طول تاریخ از زمانی که نوح اومد و آشوری ها تولید شدن که بعد بخت و نصر توسط اهل تصوف عرفان اومد بیرون زد خوار مادر زرتشتی رو تبیز کرد. شما با خودت بد میدونی، معبدان زرتشتی رو خوب میدونی. از اون تاریخ زرتشتی ها بعد از حذف نوح، دین نوح که آشوریان هستن، بعد از حذف اونا اومدن و تورات رو به صورت کامل در دوران فرعون تحریف کرد. مثلا توراتی که دسته بچه یهودیه به دو تورات تقسیم میشه، دو تورات یک دسته یک گروه کوچک یهودیه که از توش خیلی چیزا رو در آوردن که پول دار شدن که راهاشو ما بلدیم، و تورات یک دسته مردم که این نوشته زرتشتی است. همین الان تو ایرانیا میگن اگر شیر بدی از سینه مادری که به بچه همسایه شیر بده دیگه اینا با هم چیز میشن، هم شیره میشن، نمیشه با هم ازدواج کنن. و تمام مورخین از انگلیس و آلمان و فرانسه تمام مشکلات رو، تمام خوبی ها و تمام کارهایی که محمد ابن عبدالله کرد و گذاشتن کنار، به سه چیز محمد گیر دادن و ول نمی کنن. یکی زید ابن حارث هست، میگن محمد رفت زن اینو برداشت، ازدواج با محارم، یعنی زن زید رو محمد باش ازدواج کرد. زید کیه؟ میگن زید پسرخوانده‌اش بوده. زرتشتی، موبد زرتشتی که در اون تاریخ خواهر و برادر با هم سکس میکردن، بچه دار میشدن، مادر قبه اصلا حلال زاده، تنها فوشی که به موبدان زرتشتی بگه حلال زاده فوشه. حلال زاده نیفهمه یعنی چی. این همه با هم سکس میکردن، مادر و پسر، پدر و دختر. این اومدن کتاب ها میلیارد خرج کردن که بگن آقا زید ابن حارثه چون پسرخوانده محمد ابن عبدالله بود، محمد نمیتونست با بچه‌ش ازدواج کنه، با دختر، با زنش ازدواج کنه. و آیه قرآن توی مسلمونه که توش قشنگ نوشته ای محمد پسرخوانده ما نداریم، این بازیادی تمام گذشته است، این مال احمقاست و شما باش ازدواج کن. حرفم چیه؟ حرفم اینه که شما بچه مذهبی ها تا وقتی ندونی شیعه یعنی چی، چجوری تولید شده، اصلا نمیتونی بفهمی که دشمنات کیا. شما دو تا دشمن کلن تو زندگیتون میشناسید و فکر میکنید که این دو تا دشمنتون رو داری مبارزه میکنید. هدف این برنامه که ممکنه سه قسمت طول بکشه، دو قسمت، سه قسمت، اینه که به تو بفهمونیم دشمنان شما کی هستن. این که دیگه اون دوره نیست که من از ایران اومدم بیرون تو بچه مذهبی مسلمان شیعه و سنی نگفتی آخه آقا حسینی که این همه پول و پست و مقام داشت برای چی رفت بیرون، ولی واسه گلشیفته فراهانی 200 ساعت شما بچه مذهبی ها اومدی گلشیفته لخ نشو برگرد مادر قبه. تا این دختر جاییده دیدی خارج چیزی نبود، یعنی برگرد.
و تو بچه مذهبی شیعه و سنی از خود سوال نکردی که آقا این حسینی به پول و پست و مقام داشت برای چی گفت رفت؟ یه بار از مسئولین سوال کنیم که آقا مادر فلان بگید که این برای چی رفت؟ که من از آقای احمدزاده زمانی که از ایران خارج شدم تا الان هیچ وقت پشت سرش حرف نزدم، حتی در وایس آف آمریکا از من سوال کردن راجع به شیعه چی نگفتم. توقع داشتم که این حداقل یه برنامه بره بگه این آدم نه دوزه نه کلاهبردار، حسینی به این دلیل از ایران خارج شد، یا بگه من دلیلشو میدونم نمیتونم بگم ولی خارج شد. این حداقل مینیمم بود، مینیمم وفاداری اخلاقی بود. دقت کن مینیممش این بود. از ما سوال کردن گفتن ایشون جزء سازمان امنیتی اطلاعاتی بودن، بنده در جریان نیستم بعید میدونم. پشتش هم هیچ حرف نزدم. نکته دوم من بسط بگم که بدونی، یکی اینکه من 5 دفعه تو زندگیم 6 دفعه بیشتر مسجد نرفتم. 2 دفعه توی دوران راهنمایی دبیرستان رفتم، در راهنمایی رفتم، دبیرستان هم نرفتم. 3 دفعه دیگه مثلا 4 دفعه دیگه مسجد رفتم، یه دفعه یک کسی مرده بود رفتم مسجد. 2 دفعه با همین آقای احمدزاده رفتم مسجد. که تو بدونی، تو یک بچه مذهبی که اعتقاد داری بدونی که اونجا 2 تا از مدده‌های شما رو دیدم، که یکیش آقای محمود کریمی بود که یه شعری نوشته بود، اینا گفت سید خوب بود، گفتم خیلی خوب بود شعرت، قشنگ شعرت با من خوب بود، حداقل خیلی بهتر از اینه که اسب امام حسین تا اینجا خون اومد و این چرت و پرتا اینا گفته باشه، باز حداقل یه اثری داره که به جد من دارم تلاش میکنم. اینجوری که خود محمود کریمی زرتشتی نیست، جز مدده‌های زرتشتی نیست، چیزی که بدونی. یه دفعه هم مسجد رفتیم که گفتن سید بزرگوار، حالا یا نمیدونم میلاد حسین ابن علی بود، رفته بودی با آقای احمدزاده، یا عرضم بزرگ شما که تاسوعا بود، گفتن شما که جدت سیده، سید میاد از حسین یه حرفی هم تو بزن. میکروفون به ما دادن، 10 دقیقه بعد حرف زدیم، منو به زور بردن از مسجد بیرون، بچه من عصبی ریختم بیرون، گفتم آقا این حرفی که شما میزنید اصلا ما تالا نشیدیم، این حرف جدیده، این یه حسین دیگه مدل معرفی میکنه. که کاظم احمدزاده گفتش که دهنشون سرویس کردی، برو دیگه تو برو، کلی مسجد ریختی. پس من 10 دقیقه رفتم، پس اگه فردا صبح شبکه 3 من بیام بشینم بخوام راجب شیعه حرف بزنم، علماتون همیش غلط نمیتونم. اینقدر میزان سواد و اطلاعات دارم. چرا این برنامه دارم میرم؟ برای این دارم میرم که 2-3 تا اسپیس برای من فرستادن، گوش کردم، دیدم لای شماها 2 تا گروه هم. یه گروه زرتشتی یهودی بهایی نفوذی هم که با اون اکانت وا کردن، و یه گروهی که بچه مذهبی هم اعتقاد دارن دلاشون پاکه ولی هیچ چشیه نمیدونه. پس شیعه قبل از اسلام بوده، به شعاع بوده. اصلا کلمه شیعه از شعاع برای همینه که در دنیایی که واقعی، یعنی در کره زمین، ما شکلی به نام دایره اصلا نداریم. دایره تعریفش در امام زمانه، یعنی شعاع. عدد پی انتها نداره در این کره زمین که داریم با هم حرف میزنیم. نتیجهش اینه که شکلی به نام دایره نداریم. پس در دنیای حقیقی عرفانی طریقتی دایره وجود داره به نام شعاعی داره این دایره، که مرکزی داره که به اون شما میگین امام زمان، انسان کامل، قطب عالم امکان، مسیح، مسیح، هر چی تو بگی. پس اونجا دایره وجود داره. اما برای اینکه شما نمیفهمیدین، ما از این عدد پی صرف نظر کردیم تا بفهمی در دنیای واقعی که تو داری توش حرف میزنی، چون عدد پی انتها نداره، شکل بیزی 2 تا کانون میبینی، شریعت و طریقت، 2 تا کانون میبینی. شدیم تقسیم بندی شدن تمام ادیان جهان با شریعت و طریقت.
در صورتی که اهل عرفان تصوف شریعت و طریقت توامن روی نقطه میذارن، وقتی میذارن روی نقطه امام زمان ظاهر میشه میبیننش. اه؟ دایره تشکیل میده، تشکیل میشه و کانون مرکزش میبینن. پس به قول مولوی شما دوبین دو تا میبین، با هم شریعت رو با طریقت متفاوت میبینیم، جفتشون رو یه جا. و یک دو سوال قرار برنامه رو شروع کنم. سوال هم سوال من از شما اینه که اگر فردا آقای خامنه ای، امام خامنه ای، همه که شما میگه فردا گفت آقای حسینی شوهر رساله است و در سیاست در کره زمین تنها فردی که از طرف امام زمان اجازه داره، آیا شما بچه مذهبی ها قبول میکنید؟ اگه قبول میکنید یک نظرسنجی برای خودتون بذار، بگید که اگر آقای خامنه ای بگه که آقای حسینی تنها فردیه که باید حکومت رو بدیم دستش و شایدین ساله به قول شما کوروش اوله، شما باید این کار بکنید دیگه، نظر خنجه بذارید. ما به عنوان بچه مذهبی قبول میکنید، خیلی سوال مهمیه. جوابش من میدونم، جوابش اینه که شما سمبولتون یه بچه کونی بوده. بچه کونی با گی فرق میکنه. گی به کسی میگن که اختلالاتی در ژنتیکش تولید شده، خدایی این بدبخت مشکل داره دیگه. بچه کونی به کسی میگن که برای این که به یک منفعتی برسه بچه کونی میشه. دنبال اینه، دلیلی داره، گی نیست. تو بچه مذهبی به سید طباطبایی فحش میدادی زیر صفحه نادانهای بچه کونی میشه سیگری و عربده میزدی. یعنی دوتا آرزو داشتی، یعنی یا از خواب از زمان میای یا میشه من این نادانها را نزدیک ببینم. که بعد 5 ماه پیش که در زن زندگی آزادی روشه کرد، اون بر اسرار درونش رو داد بیرون که اصلا تو رو مسخره کرده مال وزارت اطلاعاته، گفتی به ما پشت کرد، به ما پشت کرد. اینقدر احمقی که نمیدونی این کلا بچگی پشتش به ما بوده. موقع اینی که بهش بگیم برگرد، این تازه برگشته برای بچه دار شدن، قبلا تا حالا پشتش به ما بوده. فیتره کشتن برای رهبر اپوزیسیون میلیونی ریستارت داره باید حرف میزنه. به همین خاطر وقتی من حرف میزنم یاد اون جمله خدا بیفت که میگه دوران قیامت رو میکنه، مردم میگه دارن هم همه میکنن، بختم نهست برو تو بهش. بعد اینا میگن بختم نهست برو تو بهش، بختم نهست. بعد بگه در حضور ما کسی گوه نمیخوره، بشین خفه شیدنه، همه خفه میشن. این جواب توه. در حضور ما اینجا کسی جرأت حرف زدن نداره. وقتی ما راجع به شیعه حرف میزنیم علماتون میشینن سکوت میکنن، چیز از شیعه نمیدونیم. جواب تو هم میدونم، یه مثال بزن. یعنی ما حرف آقا خامنه ای رو گوش نمی کنیم؟ تو مادر قوه تر از این حرفایی، یا جی احمق تر از این حرفایی. خامنه ای حرفشی گوش میکنه تو؟ تو اولاغ همون اولاغی بودی که خمینی رو کشتن، نمیگی شهید خمینی، میگی امام خمینی، میترسی. تو حرف خمینی گوشون فکر، فردا این خمینی بیاد بگه چی میشه؟ خمینی میگه آقا بعد از من فقط آقای حسینی رهبره. تلویزیون خارج از کشور کاری که محمد کرده شروع میکنه. تو دو دل میشه دیگه، میگه آقا فرمودن، آقا فرمودن بعد از من فقط حسینیه، اینه که با امام زمان رابطه داره، اینه که قراره برای 40 تا مملکت برسونه به دست امام زمان. تا دو دل میشی بی بی سی، رادیو فردا،
من و تو وایس آف امریکا به شدت تبلیغ میکنن چی رو؟ خامنه ای مرده، 8 ماه مرده. بگن این خامنه ای که میگه بعد از من حسینی، باور نکنید این داستان محمد بن عبدالله آخر لحظه مرگشی همه دارن قدقد میکنن که این کاغذ بیرون من بنویسم که بعد من کیه. اونا هم همه کردن. پیامبر دیگه پیر شده هزیون میگه. از این بازی همیشه هست. اگر تو به حرف خامنه ای اعتقاد داری همین ازنجی بذار برای خود. و اگر آقای خامنه ای گفت ایشون چیکار میکنی گوش میکنی؟ نه. یک مثال بزنم. خمینی شعراش تو عرفانه. گوش بدی میفهمی. اصلا مهم نیست برای من کتاباشو سانسور کردین. اصلا مهمی کتابش همین که به تاتش کرد. آقای خمینی رسما و هم با تصویر هم با صدا قشنگ راجع به مولوی و سعدی و حافظ و عرفان و عرفا توضیح داد. نمیخوادم بری از اون آخوندتون بپرسی که ایشون اون قدیما چرا ظرف خمینی که آب میخورد کسی آب نمیخورد. جواب اون اینه که بخاطر این وحدت وجودی بود و اعتقاد به عرفان و تصوف و اینا داره. اون رو بشه خمینی رو اوکی. خمینی پس سعید کرد عرفان تصوف و مولوی و سعدی و حافظ. خود آقای خامنه ای رهبر بزرگوار شما امام خامنه یک جمله با صدا و تصویر داره که میگه مثنوی مولوی اصول دین. نمیگه اصول دینه، نمیگه عارفه، نمیگه اصول دینه، میگه اصول دینه. همین کافی. پس شما الان نگاه میکنی تو سران مملکت، میخوای بگی کی زرتشتیه، کی یهودیه، کی بهاییه، کی ضد اسلامه، کی ضد تفکرات توه. نگاه کن ببین چه کسی با مولوی درگیره. یه سرچ رو کامپیوتر بکن ببین کی با مولوی درگیره. گرفتی چاقل کن شکمش. اگه به آقا اعتقاد داری نداری. خامنه ای که سال 88 چی کاره بوده؟ سال 88 چند سال قبل شروع کرد به تو اعتقاد دادش هستن. خامنه ای باورش بر این بود که این بچه های مذهبی که دورشن گاون ترسوند پخ کنی ششیدن تو خودشون. بچه های مذهبی الان که ریستارتی نیستن که پشت ما وایستن که مادر قوه وسط برنامه رسما اعلام کرد که شیطان رو ولش کن اکبره به چسب. سکوت کردی میخندی؟ اون داره کد میده که بزن خوار مادر اصلاح طلبا و سطر طلبا و این بچه های بیناموس جاسوس نفوذی رو سرویس کنه. تو میخندیدی سر قبرش مرتی که مرد بالا سرشون آیه رو نخون گفت الان قیام. گفتن آقا فکر کنیم الان قیام میشیم بچه مذهب رو میریزن تو خیابون چیان اینا. خامنه ای گفت این بچه مذهب بیا پخ کنی شاشیان تو خودشون. اگر اینا قوی بودن که ما مملکت حالی گرفته بودیم. تو با خامنه ای هم باور نداری، تو دنبال پولی. برو بپرس حسینی چرا از کشور اومده بیرون. برو از همون محمود کریمی بپرس. فکر میکنم آقا حسینی رفته اونجا پولدار شه. محمود کریمی میگه خود حسینی داشت برنامه میساخت علیه این که اونجا بری پولدار. حتی پول اونور نیست تو تلویزیون لس آنجلس. میخواست معروف شه. خودش محمود کریمی بهت میگه، خود کاظم احمدزاده بهت میگه، میگه آقا حسینی توی جلسه نشسته بودیم گفت میدونید که 99% ایرانی خارج کشور یا بهایی هن یا زرتشتی هن یا یهودی هن، اصلا مسلمون نیسته. وای به حال روزی که یه مسلمون بره اونجا خوار مادرش سرویس میکنن. و حسینی دیگه اونجا که ما شروع شد. و تو بچه مذهبی که سمبولت یه بچه کونیه به سیده فوش میدی و نمیری سوال کنی که حسینی برای چی رفت بیرون. مگر اینکه من بگم. منم نمیگم. چرا نمیگم؟ برای اینکه بعد از مرگت من ازت میخوام. من که شما حلال نگرده بودم که شما بچه مذهبی. ما که بچه مذهبی نیستیم که.
پاتی که گذاشتی اون برای دنیا مردی چوب بکنن تو کونه آویزونت میکنن. میگن حدیث چیه؟ بخونید براشون. مثل شما که تو اسپیس میخونی قانون اساسی رو گوش بده وسط میخونه. میگن حدیث اینه که الغیبتو اشد من الغنا، غیبت پشت سری یک آدم تازه نه سادات و قرآنشون سادات بوده، پدر به حسین ابن علی، مادر به کوروش، واو ولشون کن، امام سجاد نه ولش کن، مؤمن هم بوده. مؤمن یعنی چی؟ یعنی شعار رو میشناخته، مرکز دایره میشناخته، یعنی امام زمانی میدونسته کجاست. نه اینکه دیدن امام زمانی کسی دیده باشه که نمیگه، که چون حدیثه درسته، یعنی که دید گفت بزن توی هنش، کسی که ببینه نمیگه، پروانه که دور شمع میچرخه میسوزه نمیگه، که میدونه. گفت میگه همین رو فراموش کن. آیا این حدیث رو شما بچشیه قبول داری؟ میگه بله. میگه میدونی یعنی اشد من الظنا؟ میگه نه. میگه اوکی توضیح بده. میگه یعنی این که مامان تو بردی زیر نافتونه تلها داری باش سکس میکنه، این زرتشتی ها همه هم دارن نگاهت میکنن. فکر میکنی من احتیاج به شما چند میلیون که غیبت کردین بچه مذهبی ها دارم؟ نه، 200 تا شما پولاتون از حساب اون بر بکشن بیرون بازی رو برده حلال نمیکنم. آره چرا من اومدم بیرون؟ اینو پیدا کن. پس با سوال بعدی یک نتیجه دیگه میگیرم. سوال بعدی اون چیه؟ اینه که چرا شما میگید مذهب ما مذهب جعفری؟ شیعه جعفری نیست؟ موضوع خیلی ساده است. موضوع خیلی ساده است. میگیم مذهب ما جعفریه. شیعه جعفری. دوازده امامی جعفر. منظور جعفر صادقه؟ اوکی. یعنی چی؟ برای اینکه ایشون دوازده امام رو نخیر. این حرفا دوباره پیچوندنت. بعضی هم میگن که وقتی ما شیعه میگیم شیعه جعفریم یعنی اینکه ما دوازده امام قبول داریم. ما یه شیش امامی داریم، یه هفت امامی داریم. شما باید بگیم من شیعه کاظم موسی کاظمی هم، نه جعفری. امام جعفر صادق موسی کاظم بچه سومش بود. بچه اولش اسمش اسماعیل بود، فرقه اسماعیلی تولید شد. فرقه اسماعیلی کیه؟ فرقه اسماعیلی فرقه میگن که اگر شیعه دوازدهمی پیدا کنه بهش زنش تجاوز میکنه. این فشن فرقه اسماعیلیه. خودش شیعه میدونه که به زن بچه تجاوز میکنه. برای همین تو این برنامه میخوام به دشمنات معرفی کنم. پس بعد از جعفر صادق بچه‌ای داشت به نام اسماعیل، فرقه اسماعیل تولید شد. پس برای اینکه ما ثابت کنیم دوازده امامی هستیم باید بگیم شیعه موسی کاظمی کفتومیه دیگه، نش تو شیش تا که. اینم نمی‌دونم. اینم یه سری آخوند توضیح دادن که زیرا که او فقهی را داد بیرون به نام فقه جعفری، که راست تو اینم نیست. دعوا از دانشگاه شروع شد. دعوا این که تو چرا جعفری هستی بسیار مهمه. چرا شیعه جعفری هستی؟ یعنی در شریعت میگن ما ایمان داریم به شیعه جعفری، ما دوازده امامی شیعه جعفری هستیم. و در طریقت میگن ما امام رضایی هستیم. طریقت رضویه شیعه جعفری. این سوال بسیار مهمیه. چرا عرفان و تصوف در طول تاریخ میگه
رضویه. چرا خوش میچسبونه امام رضا؟ و توی بچه مذهبی شیعه چرا خودت میچسبونه به جعفر؟ اینها رازه بسیار مهمی که بدونیم که سه بار بعد از محمد شیعه تغییر کرده و در جریان نیستی. بار دوم در دانشگاه محمد باقر استارت خورد. از اونجا باید موضوع رو بدونی و اگر ندونی نمیدونی روبرو دشمنات کیان. هنوز نمیدونی قرار بوده که رضا پهلوی که مادرش مسلمان نیست چراهی زرت و زرت در امام رضا عکس داره. دینشیه بدونی میکشیش. این رسید چرا جمعه نمیگه دین فرح چیه بدونی میکشیش اونجا کار به جمعه سمی نهاری پاشه بذاره ایران تو بچه مذهبی میکشیش. نتیجه این برنامه در سه قسمت که این قسمت اولش بود اینه که به تو بفهمونیم شیعه یعنی چی، از کجا اومده، شیعه تو بشناسی تا این بیرون دایره گرگ‌ها و دشمنات رو بشناسی. پس این هم دشمن منه وگرنه هیچ اتفاق نمیفته. اون اسرار خمینی قسمت سه رو هم نگاه کن. چرا پخش نکردم هنو قسمت سه رو؟ چون اگه پخشش کنم خیلی از علمای شیعه سراش اینجوری بلند میشه. آقای حسینی چرا زودتر نگفتی؟ تا برنامه بعد فرصت داریم که شیعه جعفری پیدا کنیم. چرا جعفری و چرا در طریقت به امام رضا؟ دشمنای تو کیه؟ چرا رضا پهلوی میگه سکولار دموکرات و قرار یک گروهی از زرتشتی و بهایی و یهودی و سازمان امنیتی رو بیاره و به قدرت برسونه؟ مشکل ما فکر کنی رضاه؟ تو احمق‌تر از یه حرف هست. مشکل ما اون گروه هایی که پشتش میشستیم و تو نمیشنسیه. اونا به خون تشنه هم. ما مشتاقیم از این که تو بفهمی. تو محتاج مایی از این که جنگی در ایران تولید نشه که زن و بچه تو ببرم عنوان شیعه و سنی اون پشت بهش تجاوز کنن. و لحظه‌ای که دارم بچه 3 سالت تو سرشو میبرم یاد من میافتی میگی گوه خوردم اشتباه کردم. ما به تو مشتاقیم و تو به ما محتاجیم. ای فلان بدرود.